بخاطر که الان این نشستی که ما داریم منو میدونی یاد چی میندازه؟ آخرین باری که با هم دیگه این به این شکل فرم نشستیم سر خداحافظی نه مصاحبه دوربی روان بابا ماما غیر از بیسته غیر از بیسته نه یادم میادش که باز خداحافظی یادت یه برنامه داشتیم بعد رفتیم توی پارکی دوربین رو گذاشتیم بدون اجازه ضبط کردیم برای خداحافظی اندی کوروس. حالا امروز اجازه داریم از این پارک؟ این پارک نیست دیگه، این یه بخش از تپشه، برای همین اوکیه. پارک تپش اجازه لازم پارک تپش. خب خیلی خوش اومدید پارک تپش. بخیره واقعا خوش اومدید به پارک تپش. چه خبر چه احوال؟ همه چی خوبه خدا شکر. امروز تقریبا شانسی ما اینجا هستیم. دنشی شما شخصی یا اتفاقی؟ همه با هم اتفاقی درست. یعنی واقعا فکر می‌کنی که اتفاقی بوده؟ نه من فکر می‌کنم که دسترسی داشتی. خب از تو برمیاد که نقشه کشی ها کرده باشی، ولی برام ما خوشحالیم که نقشه‌شو کشیدی. خب نه من نمی‌دونستم شما دو تا می‌خواید دوست دارین با هم دیگه بشینیم. فکر کردم که هر کسی جدا جدا باشه گفتگو کنیم و بعدم آیا دوست داشتی باشیم با هم دیگه؟ آخه ما دوستیم با هم دیگه. درسته. بعدم الان دیگه یه جواب باشه یعنی منم 10 دقیقه یه جا باشیم. گفتیم ما با هم رفیق یه کاری بکنیم، هم کارتا رو ببینیم، کار با هم کنسرت هم داریم، یه صحبت هم بکنیم. خیلی خوبه هستش. اولا جالبه ما خیلی ما سه نفر رو وقتی میبینم من یه سری عکسایی دارم از دوران گذشته که با هم دیگه کار میکردیم و اینا، هر کی عکس‌ها رو میبینه واسه شون یه خاطراتی تازه میشه. الانم مطمئنم برای خیلی این خاطرات تازه میشه، یه بازگشتی به گذشته هایی که عالیه، خیلی خوب بود و یه آغاز موزیک بود، آغاز یه فصل تازه بود تو کار هنری و خوبم بود دیگه. آره اتفاقا چند روز پیش داشتم با یه نفر صحبت میکردم، میپرسیدن که اولین کنسرت اندی کوروس کجا بود و کی بود. کانتری کلاب بود. آره. یادم من و کوروس تبلیغا رو اینجا درست کرده بودیم، بعد من و کوروس نیویورک برنامه داشتیم، بعد بهت زنگ زدیم گفتیم تبلیغا رو پخش کردی، ریاکشن چجوری بود، مردم چی گفتی؟ خیلی خوبه، تلفن هم اومده. آه. برای ما اون اولین کنسرت بود، هیجان داشت که بلیط ها میفروشه، آیا مردم میان خیلی. نمیان تبلیغش یادمه، اون درا رو جوونه درا میشکستن یادش بود. بعد یه چیز دیگه هم یادم اومد، من و کوروس اسرائیل کنسرت داشتیم، بعد از اونجا اون موقع ویدیو میگرفتیم. آره این اون موقع که دیگه اینطوری نبود که مثلا ویدیو رو بگیرید ایمیل کنید، ما باید ویدیو رو میگرفتیم با این VHS ها، بعد میدیدیم DHL بوده بود، بعد آره میدیدیم DHL اینا میوردن اینجا، ویدیو رو بعد میداشتیم تو تلویزیون پخش کردیم. رفتیم تو اون تلفن تو خیابون که بالاش نوشته تلفن عربی نوشته. آره واسه مردم موقع تازگی هم داشتش دیگه، چون به هر حال کشورهای عربی نمی رفتش کسی. آره. ماها اینا رو درست بگیم تو آمریکا پخش می‌شدیم واسه همشون، اصلا گاو گوسفندا که ما لاشون بعد داریم می‌کردیم. آره. اونجا اصلا نمی‌بینی. آره اونجا تو توپولی بعدها خیلی چند برای چندین ویدیو اون تصویر گذاشتیم تو توپولی، ولی اولین ویدیوی اندی کوروس که فصل آلبوم پرواز رو آغاز می‌کرد ویدیویی بودش که بوسه. ما قرار بود بریم این جو دوست دارم بگم ما دو نفر اینجا این بگیم در یک طرف قضیه هستیم از دست ما دو نفر ما گفتیم میخوایم بریم بلنشیم بریم تعطیلات بریم کریسمس بریم با هم دیگه به ممت مانتن یه جای خیلی باحال برای اسکی و اسکی و اینا بریم اونجا باشیم. رفتیم اونجا اندی حالا که داریم اونجا یه فیلم بردارم با خودم میبریم از خودمون هم فیلم برداری میکنیم. گفتیم باشه باور کنید یه سری دستگاه ها و وسائل رو بلیط خریدیم برای اینکه سوار این لیفت بشیم بتونیم بریم اسکی کنیم. از دقیقه ای که ما وارد شدیم این گفت ما اومدیم اینجا کار کنیم، نه اومدیم اینجا حال کنیم. گفتیم ما اومدیم حال کنیم، گفتم ما اومدیم اینجا کار کنیم. و یادم میاد که یادش بخیر فیلم برداری اسمش چی بود؟ جیران ارمنی بودش و ارمنی ایرانی بود با لهجه خیلی قلیص ارمنی. ولی جیران من گفتش که من یه دوست دختر داشتم که نصفش آلمانی بود و نصف دیگرش هم آلمانی بود. من گفتم خب بعد اون یکی نصفش چی بود؟ گفت آلمانی بود. من گفتم نه اون یکی اسمش گفت آلمانی بود. بعد ما این وسط بعد اندی من گفتم بابا این چه منو گرفته مثل که گفت نه بابا میگه نصفش آلمانی بود نصف دیگرش آلمانی بوده آلمانی آلمانی هم یه شبیه هم شده بودن.